همون که در دنیای بیرون هست، در دنیای درون هم هست. وقتی به آسمان صاف شب نگاه می کنی، به راحتی می تونی به حقیقتی ساده و در عین حال ژرف پی ببری. چیزی که به اون نگاه می کنی چیه؟ ماه، سیاره ها، ستاره ها، مسیر درخشان راه شیری و شاید هم یک شهاب سنگ یا حتی کهکشان همسایه آندرومدا دو میلیون سال نوری فاصله. بله، ولی اگه ساده تر نگاه کنی چی میبینی؟ اشیایی شناور در فضا. پس کائنات از چی تشکیل شده؟ از فضا و اجسام. اگه وقتی که در شبی آرام به فضا چشم میدوزی زبانت بند نیاد، در واقع به اون نگاه نمی کنی. و از تمامیتی که در اون وجود داره آگاهی نداری. احتمالا فقط به اجسامی که در اون میبینی نگاه میکنی و شاید هم به دنبال این هستی که نامی براشون انتخاب کنی. اگه تا به حال وقتی که به اعماق فضای آسمان نگاه کرده ای، دوچار بحت و شگفتی و شاید احترامی عمیق به خاطر رویارویی با این اعجاب غیرقابل درک شده باشی، به این معنیه که برای دقایقی کوتاه از تمایلت به برچسب زدن و توضیح دادن دست کشیده ای. و نه تنها از اجسامی که در فضا هستند بلکه از عمق بینهایت نهایت اون آگاهی پیدا کرده ای. باید انقدر در درونت ساکن شده باشی که بتونی گستره ای رو که دنیاهای بینهایتی در اون وجود داره ببینی. اون احساس بهت و شگفتی ناشی از وجود بیلیون ها دنیا در اون فضا نیست بلکه از عمقی که همه اونها رو در برگرفته سرچشمه میگیره. مسلما تو نمیتونی فضا رو ببینی و نه صدای اون رو بشنوی یا اون رو لمس کنی و بوش رو حس کنی پس چطور میدونی وجود داره این سوال ظاهرا منطقی خود به خود در برگیرنده ی خطای بنیادیه ماهیت فضا هیچه پس نمیتونه به معنای متداول کلمه وجود داشته باشه فقط اشیا و اشکال وجود داره حتی فضا رو به این اسم نامیدن هم میتونه گمراه کننده باشه چون با نامیدنش اون رو تبدیل به شی میکنی اجازه بده مسئله رو به این صورت مطرح کنیم که چیزی درون تو هست که احساس نزدیکی و پیوستگی با فضا داره و به همین دلیل که میتونی از اون آگاه باشی آگاه از اون این هم روی هم رفته درست نیست چون چطور میتونی از فضا آگاه باشی وقتی هیچی اونجا نیست که تو بخوای ازش آگاه باشی؟ جواب هم ساده و هم بسیار عمیقه. وقتی تو از فضا آگاه هستی، در واقع از هیچی آگاه نیستی، مگر خود آگاهی. اون فضای درونی آگاهی و هوشیاری. از طریق تو کائنات داره به خودش آگاه میشه. وقتی چشم هیچ چیزی رو برای دیدن پیدا نمیکنه، اون هیچ چیز به صورت فضا ادراک میشه. وقتی گوش هیچ چیزی رو برای شنیدن پیدا نمیکنه، اون هیچ چیز به صورت سکوت ادراک میشه. وقتی حسها که طراحی شدن تا فرم ها و شکل ها رو درک و دریافت کنن، با نبودن فرم و شکل مواجه میشن، اون آگاهی و هوشیاری بیشکل که در پس ادراک قرار داره و همه ادراکات و تجربه ها را امکان پذیر می کنه، دیگه توسط شکل پوشونده نمیشه. وقتی در عمق غیرقابل درک فضا تعمق می کنی، یا به سکوتی که قبل از طلوع خورشید و ساعتهای اولیه صبح را در بر گرفته گوش میدی چیزی آشنا در وجود تنین میندازه در اونجا متوجه میشی عمق گسترده فضا همون ژرفهای خودته و پی میبری که سکوت ارزشمندی که هیچ فرم و شکلی نداره بیشتر از هر چیزی که محتوای زندگیت رو تشکیل میده با تو یکیه. اوپانیشادها که متون کهن و مقدس هند هستند به همین حقیقت با این کلمات اشاره میکنند که آنچه با چشم دیده نمیشه ولی چشم به وسیله اون میبینه بدانید که فقط همونه که روح برحمنه و نه آنچه مردم اینجا می پرستن. آنچه با گوش شنیده نمیشه ولی گوش به وسیله اون میشنوه بدانید که فقط همونه که روح برحمنه و نه آنچه مردم اینجا می پرستن. آنچه که ذهن نمی تونه به اون بیاندیشه ولی ذهن به وسیله اون میاندیشه بدانید که فقط همونه که روح برحمنه و نه آنچه مردم اینجا می پرستن. این متن داره میگه خداوند آگاهی و هوشیاری بدون فرم و شکله و جوهره وجود توه. واقعیت دوگانه ی کائنات که از اجسام و فضا چیزی بودن و هیچ بودن تشکیل شده هم جوهره وجود خودته. زندگی معقول، متعادل و پرسمر انسان رقصی میان دو بوده تشکیل دهنده ی این واقعیته. شکل و فضا اکثر مردم انقدر خود و هویتشون رو با شکل، ادراکات حسی، افکار و احساساتی که میبینن که اون نیمه حیاتی پنهان از زندگیشون حذف میشه. هویت وابسته به محتوا موجب میشه همچنان در چنگ ایگو گرفتار بمونن. میشه گفت اون چیزی که تو میبینی، میشنوی، لمس میکنی یا دربارهش فکر میکنی تنها نیمی از واقعیت شکله. در تعالیم عیسی این بود دنیا و بود دیگه ملکوت یا زندگی ابدی نام داره همونطور که فضا به همه چیز امکان وجود میده و همونطور که بدون سکوت هیچ صدایی نیست تو هم بدون بود حیاتی بیشکل خود که جوهره وجودیته وجود نداری اگر از کلمه خدا سوء استفاده و سوء برداشت نشده بود میتونستیم این بود رو خدا بنامیم من ترجیح میدم اون رو بودن یا هستی بنامم بودن بر وجود مقدمه وجود شکل و محتواه چیزیه که اتفاق میافته وجود پیش زمینه زندگی بودن پس زمینه زندگی و همونه که همیشه بوده بیماری فراگیر بشریت اینه که مردم انقدر در رخدادهای زندگیشون غرق شدن. انقدر نوسانهای اشکال بی ثبات اونها رو خواب زده کرده. انقدر مجذوب محتوای زندگیشون شدن که ذات و جوهره خود رو که فراتر از محتوا و شکل و فکره فراموش کردند، زمان انقدر اونها رو در خود غرق کرده که جاودانگی رو که مبدع، مقصد و خونه اونهاست از یاد بردند. جاودانگی واقعیت زنده کیستی توه. چند سال قبل که برای دیدن چین به این کشور رفته بودم، در قله کوهی نزدیک گویلین به یک معبد بودایی برخوردم. روی اون با طلا حروفی حک شده بود که وقتی معنی اونها را از میزبان چینی هم پرسیدم به هم گفت یعنی بودا. پرسیدم چرا به جای یه نفر دو نفره؟ توضیح داد یکیش یعنی انسان دیگری یعنی هیچ و هر دو با هم یعنی بودا. در بخت و شگفتی اونجا ایستادم. ماهیت بودا خود به خود در برگیرنده کل تعالیمش بود و برای اونهایی که بصیرت داشتند راز زندگی. در اینجا واقعیت از دو بود تشکیل شده. چیزی بودن و هیچ بودن. شکل و انکار شکل که این نشون میده تو فقط شکل نیستی فصل هشتم کشف فضای درون در یک داستان عرفانی قدیمی اومده که پادشاهی در سرزمین خاور میانه زندگی میکرد که دائما بین حالت شادی و افسردگی در نوسان کوچکترین مسئله‌ای میتونست باعث خوشحالی و برانگیختن واکنشی شدید در اون بشه و شادی اون به سرعت به ناکامی و ناامیدی تبدیل میشد. زمانی فرا رسید که شاه سرانجام از خودش و از زندگیش خسته شد و تصمیم گرفت راهی برای رهایی از این وضعیت پیدا کنه. به دنبال مرد خردمندی فرستاد که در قلمرو او زندگی میکرد و مشهور بود که به روشنگری رسیده. وقتی مرد خردمند نزد شاه اومد شاه بهش گفت میخوام مثل تو باشم میتونی چیزی به من بدی که تعادل آرامش و خرد رو به زندگی من بیاره هر بهایی که میگی براش میپردازم مرد خردمند گفت شاید بتونم کمک کنم ولی بهاش انقدر زیاده که کل قلم روی تو هم برای پرداختش کافی نخواهد بود پس اگه افتخار بدید اون رو به عنوان هدیه تقدیمتون میکنم. شاه بهش اطمینان داد و مرد خردمند رفت. چند هفته بعد برگشت و جعبه ای پر و برق و که با سنگ یشم روی اون کند کاری شده بود به شاه داد. شاه جعبه را باز کرد و حلقه طلای ساده ای در اون دید. روی حلقه چند کلمه حک شده بود. نوشته بود این نیز بگذرد. شاه پرسید معنای این کلمات چیه؟ مرد خردمند گفت این حلقه رو همیشه دستت کن. هر اتفاقی که میافته قبل از اینکه اون رو خوب یا بد بنامی این حلقه رو لمس کن و نوشته ی روی اون رو بخون. به این ترتیب همیشه در آرامش خواهی بود. این نیز بگذارد. در این کلمات ساده چه چیزی هست که چنین نیرویی بهشون بخشیده؟ اگه سطحی به اون نگاه کنیم اینطور به نظر میرسه که در عین حال که میتونن در مواقع سختی باعث آرامش بشن از لذت خوشی های زندگی هم میکاهن و به نظر میرسه در موقعیتی که اون رو به عنوان موقعیتی خوب میشناسیم میگن زیاد خوشحال نباش چون این شادی زیاد پایدار نیست. اهمیت کامل این کلمات زمانی روشن میشه که اونها رو در کنار متن دو داستانی که قبلا به اونها اشاره کردم قرار بدیم. داستان استاد زنی که تنها پاسخش این بود که اینم حرفیه نشون میده که تسلیم در مقابل اتفاقات یا در واقع یکی شدن با اونها سرمنشه خیر و خوبیه. داستان مردی که بدون استثنا پاسخ میداد شاید خردی رو نشون میده که به دنبال عدم قضاوت ایجاد میشه و داستان حلقه به واقعیت ناپایدار بودن دنیا اشاره داره. که وقتی به اون پی میبری عدم وابستگی ایجاد میشه مقاومت نکردن قضاوت نکردن و عدم وابستگی سه بعد آزادی واقعی و زندگی هم با روشنگری رو تشکیل میدن منظور کلمات حک شده روی حلقه لذت نبردن از خوشی های زندگی یا تسکین در مواقع سختی نیست هدف اونها عمیق از اینه یعنی آگاه کردن تو از گذرا بودن موقعیت ها و شرایط که دلیل ناپایداری همه اشکال هم از خوب یا بد هم همونه. با پی بردن به ناپایداری اشکال وابستگیت به اونها کمتر میشه و تا حدود زیادی هویت خود رو از اونها جدا میکنی. این جداسازی و بی به این معنی نیست که نباید از های زندگی لذت ببری. تو در این حالت در واقع بیشتر لذت میبری. وقتی متوجه میشی همه چیز ناپایدار و تغییر اجتناب ناپذیره میتونی بدون ترس از اینکه چیزی رو از دست بدی یا استراب درباره آینده داشته باشی از لذتهای دنیا بهرهمند بشی. وقتی دیگه به چیزی وابسته نباشی به دیدگاه مسلطتری در زندگی دست پیدا میکنی که به وسیله اون میتونی به جای اینکه گرفتار اتفاقا بشی ناظر اونها باشی. مثل فضانوردی که کره زمین رو در گستره فضا میبینه و به حقیقتی متناقض پی میبره. اینکه زمین با ارزش و در عین حال ناچیزه. در که جمله این نیز بگذرد هم موجب عدم وابستگی میشه و به دنبال این عدم وابستگی بود دیگهی به زندگیت راه پیدا میکنه. بود فضای درون. تو از طریق عدم وابستگی، قضاوت نکردن و تسلیم میتونی به این بود دست پیدا کنی. وقتی دیگه کیستی تو وابسته به اشکال نباشه، آگاهی و هوشیاری که ماهیت واقعیت از زندان شکل رها میشه. این رهایی یعنی پدیدار شدن فضای درون که به شکل سکون و آرامشی عمیق حتی در رویارویی با اتفاقات بظاهر بد زندگی بروز میکنه. این نیز بگذره. ناگهان فضایی در اطراف اتفاقات ایجاد میشه. این فضا در اطراف فراز و نشیب های احساسی و حتی درد و رنج هم ایجاد میشه و بالاتر از همه فضایی بین تو و افکارت به وجود میاد. و از اون فضا آرامشی ساته میشه که متعلق به این دنیا نیست چون این دنیا شکله و آرامش فضاه این آرامش متعلق به خداه حالا میتونی از مسائل دنیاوی لذت ببری بدون اینکه اهمیت و ارزشی رو که ندارن براشون قائل بشی میتونی در رقص آفرینه شرکت کنی و بدون وابستگی به نتیجه و بدون تحمیل تقاضاهای غیر منطقی در دنیا فعالیت کنی. تقاضاهای غیر منطقی مثل منو راضی کن، منو شاد کن، کاری کن که احساس امنیت کنم، به من بگو کی هستم. دنیا نمیتونه اینها را به تو بده و وقتی دیگه چنین توقعاتی نداشته باشی، همه ی درد و رنج های خود ساخته و همچنین درد و رنج ناشی از قائل شدن ارزش بیش از اندازه برای اشکال و ناآگاهی از بعد فضای درون به پایان میرسه. با پدیدار شدن این بعد در زندگیت میتونی از همه چیز و از همه تجربه لذت ببری بدون اینکه خودت رو در اونها گم کنی بدون وابستگی درونی به اونها و بدون اینکه به اونها معتاد بشی جمله این نیز بگذرد راهنمای واقعیت این جمله علاوه بر اینکه غیر مستقیم به ناپایداری اشکال اشاره میکنه به ابدیت هم اشاره داره فقط ابدیت درونته که ناپایداری رو به همون صورتی که هست تشخیص میده با گم شدن بود فضا یا نشناختن اون مادیات دارای اهمیت و سنگینی مطلقی میشن که در واقع از اون برخوردار نیستن وقتی دنیا رو از دیدگاه بیشکلی نمیبینی به جایی وحشت و در نهایت به مکانی پر از ناکامی و دلسردی تبدیل میشه. منظور پیامبر انجیل عهد عتیق هم از این جمله همینه. جمله ای که میگه همه چیز سرشار از کسالتی است که انسان قادر به وصف اون نیست. آگاهی از شی و آگاهی از فضا زندگی اکثر مردم از اجسام و مسائل انباشته شده. مادیات، کارهایی که باید انجام بشن، مسائلی که باید به اونها فکر کنن. زندگی اونها شبیه به تاریخ بشریت که وینستون چرچیل در گفته لعنتی پس از لعنت دیگر. ذهن اونها هم لبریز از افکاره، فکری پشت فکری دیگر. این بود از زندگی بود آگاهی از اشیاء. آگاهی از اجسام و مسائل مختلف که واقعیت قالب بسیاری از مردم را تشکیل میده و به همین دلیله که زندگیشون از تعادل خارج شده. آگاهی از اشیاء باید به وسیله آگاهی از فضا متعادل بشه تا سلامت عقل و آرامش به سیاره ما بازگرده و بشریت بتونه تقدیر و سرنوشت خود رو به انجام برسونه. هدفش از بودن رو. آگاهی از فضا یعنی علاوه بر آگاهی از اجسام و مسائل مختلف یعنی ادراکات حسی، افکار و احساسات جریان دیگه از آگاهی هم وجود داره. یک جریان زیرینی از آگاهی وجود داره. جریانی از بیداری. تو نه تنها نسبت به محیط اطرافت آگاهی بلکه از آگاه بودن خودت هم آگاهی. اگر میتونی در حین رخ دادن اتفاقات زندگیت سکونی درونی و هوشیار رو در خودت حس کنی، این همون جریانه، همون بیداریه. این بود در همه هست، ولی اکثر مردم از اون کاملا ناآگاه من گاهی به این مسئله با گفتن این جمله اشاره می کنم که آیا میتونید حضور خودتون را حس کنید؟ آگاهی از فضا نه تنها نشانگر آزادی و رهایی از ایگوه بلکه همینطور نشانگر رهایی از مادیات و مادیگرایی. این بودی معنویه که به تنهایی باعث تعالی بخشیدن به این دنیا میشه و به اون معنایی واقعی میبخشه. هر وقت اتفاق، فرد یا موقعیتی باعث ناراحتیت میشه، دلیل واقعی اون فرد اتفاق یا موقعیت نیست بلکه نداشتن دیدگاهی واقعیه که تنها فضا قادر به ایجاد این دیدگاه واقعیه تو در آگاهیت از چیزها گیر افتاده ای و به فضای درونی فارغ از زمان به خود آگاهی آگاه و هوشیار نیستی جمله این نیز بگذرد راهنمایی که میتونه آگاهی از اون بود رو به تو بازگردونه. راهنمای دیگه‌ای که تو رو به سمت حقیقت درون هدایت میکنه این جمله است که دلیل ناراحتی من هرگز اونی نیست که فکر میکنم. تنزل به سطحی پایین تر از فکر و ارتقا به سطحی بالاتر از اون. وقتی خیلی خسته ای بیشتر از حالت عادی آرامش داری. دلیلش اینه که افکار فروکش کردن و تو دیگه نمیتونی خود مشکل سازی رو که ذهنت ساخته به خاطر بیاری. در این حالت به سمت خواب در حرکت هستی. آگاه از فضا ارتباطی با عالم نشعگی نداره. هر دو حالت خارج از سطح فکرن. این بچه مشترک این دو حالته. ولی تفاوت اساسی اینه که در آگاهی از فضا از سطح فکر بالاتر میریم ولی در حالت نشعگی یا هبرود از اون تنزل میکنیم اولی قدم بعدی در تکامل آگاهی و هوشیاری انسانه و دیگری عقبگرد به مرحله که قرنهاست اون رو پشت سر گذاشته این. تلویزیون تماشای تلویزیون فعالیت یا در واقع عدم فعالیت مورد علاقه میلیون ها نفر از مردم در سراسر دنیا در مواقع بیکاری به طور میانگین مردم آمریکا در 60 سالگی 15 سال از عمرشون رو صرف تماشای تلویزیون کردند این رقم در بسیاری از کشورها یکسانه تماشای تلویزیون برای بسیاری از مردم آرامش بخشه اگه به خودت دقت کنی متوجه میشی که هر چقدر تمرکزت برای مدتی طولانی تر روی صفحه تلویزیون قرار داشته باشه، فعالیت فکریت بیشتر به حال تعلیق برمیاد و برای مدت بیشتری به صحبتها، نمایشها، سرگرمیها، سریالهای کمدی یا حتی تبلیغات تجاری نگاه میکنی بدون اینکه هیچ فکری به ذهنت خطور کنه. دیگه نه تنها مشکلات رو به یاد نمیاری، بلکه موقتا از خودت رها میشی. و چه چیزی از این آرامش بخشتر؟ پس آیا تلویزیون هم باعث پدیدار شدن فضای درون میشه؟ آیا باعث میشه حضور پیدا کنی؟ متاسفانه نه. با اینکه ذهنت مدتی طولانی فکر نمیکنه ولی با فعالیت های فکری تلویزیون متصله. با نسخه تلویزیونی ذهن فراگیر اتصال پیدا کرده و به افکار اون فکر میکنه. ذهنت از این لحاظ که فکر نمیکنه غیر فعاله ولی دائما افکار و تصاویر تلویزیون رو جذب میکنه این باعث ایجاد حالت منفعل خلص مانندی با حساسیت تشدید شده میشه که بیشباهت به هیپنوتیزم نیست به همین دلیل حالتی مناسب برای دستکاری در عقاید عمومی که سیاستمداران و گروههایی با منافع خاص و همچنین مسئولان تبلیغات تجاری هم این رو میدونن و میلیون ها دلار خرج میکنن تا تو رو در این حالت ناخودآگاهی پذیرا گیر بندازن. اونها میخوان افکارشون جای افکار تو رو بگیرن و معمولا موفق میشن. پس وقتی تلویزیون تماشا میکنی این احتمال وجود داره که سطح فکری تنزل کنی نه اینکه از اون بالاتر بری. ولی در اینجا هم باید بهای سنگینی رو برای اون بپردازی که از دست دادن آگاهی و هوشیاریه تلویزیون هم مثل اون مواد اعتیاد آوره دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون رو بر می داری تا تلویزیون رو خاموش کنی ولی به جای اون می بینی که باز هم داری کانال عوض می کنی. نیم ساعت یا یه ساعت بعد هم هنوز در حال تماشای تلویزیون هستی و معمولا نه به این دلیل که برنامه جالبی توجهت رو جلب کرده بلکه دقیقا به این دلیل که هیچ چیز جالبی برای تماشا وجود نداره. وقتی در دام افتادی، برنامه ها هر چقدر پیش پا افتاده تر و بیمعنا تر باشن، اتیاد آورتر میشن. اگه برنامه جالب باشه، تحریکت میکنه فکر کنی و ذهنت رو وادار میکنه دوباره برای خودش فکر کنه که این حالتی آگاهانه تره و از این رو بهتر از حالت خلصه ناشی از تلویزیونه. به این ترتیب توجه دیگه به طور کامل در اسارت تصاویر صفحه تلویزیون باقی نمیمونه. اگر محتوای برنامه های تلویزیون از کیفیت خاصی برخوردار باشن، میتونن تا حدود زیادی تاثیر خواب زدگی و فلج کردن ذهن رو خونسا کنن. بعضی از برنامه های تلویزیونی در زندگی مردم بسیار موثرند و تغییرات مثبت بسیاری در اونها ایجاد میکنن. این برنامه ها قلب مردم رو باز میکنند و موجب آگاهی بیشتر میشن. حتی بعضی از برنامه های کمدی با اینکه موضوع خاصی ندارن با نمایش نسخه مزهکی از حماقت های انسانی و ایگو در انسان به طور غیر مستقیم بر جهت ارتقای معنویت عمل میکنند. این برنامه ها به ما یاد میدن هیچ چیز رو زیاد جدی نگیریم با زندگی شادتر برخورد کنیم. و مهمتر از همه اینکه خندیدن رو به ما یاد میدن. خنده به نحو فوقلادهی در عین رهایی بخشی شفا هست. ولی اکثر برنامه های تلویزیونی تحت کنترل افرادی قرار دارند که کاملا تحت کنترل ایگو هستند و به همین علت دستور کار محرمانه تلویزیون کنترل تو از طریق خوابوندن یا در واقع ناخداگاه کردن توه. با این حال تلویزیون از پتانسیل عظیمی برخورداره که هنوز کشف نشده. از تماشای برنامه ها و تبلیغات تجاری که تو رو با توالی سریع تصاویری که هر دو یا سه ثانیه یک بار یا حتی کمتر عوض میشن مورد حجوم قرار میدن اجتناب کن. تماشای افراطی تلویزیون و به خصوص چنین برنامه هایی دلیل اصلی ایجاد اختلال عدم تمرکزه. که اختلال ذهنی شایعیه که امروز میلیون ها کودک در سر و سر دنیا به اون دوچاره. مدت زمان کوتاه تمرکز باعث سطحی شدن روابط و ادراکات میشه و موجب میشه که هیچ یک رضایت خاطرت رو تأمین نکنه. هر کاری که در چنین حالتی انجام بدی فاقد کیفیته چون کیفیت مستلزم توجه و تمرکزه. تماشای زیاد و طولانی مدت تلویزیون نه تنها باعث ایجاد ناآگاهی در تو میشه بلکه با ایجاد حالتی انفعالی انرژیت رو تخلیه میکنه. به خاطر همین به جای تماشای برنامه های تلویزیون به صورت اتفاقی برنامه هایی رو که میخوای ببینی انتخاب کن. هر وقت این کار رو میکنی سرزندگی درونت رو در حین تماشای اون برنامه ها احساس میکنی. در این میان گاهی چند نفس آگاهانه هم بکش. در فواصل منظم به جای دیگه غیر از صفحه تلویزیون نگاه کن تا این رسانه حس بسری تو رو به طور کامل اشغال نکنه. صدای اون رو بیش از حد لزوم بلند نکن تا تلویزیون بر سطح شنواییت حاکم نشه. در طول تبلیغات با استفاده از دکمه صدا خفه کن صدای تلویزیون رو قطع کن. هیچ وقت بلافاصله بعد از خاموش کردن تلویزیون یا حتی بدتر از اون جلوی تلویزیون نخوا، شناخت فضای درو گاهی میان فکرهای تو شکافی میافته و فضایی بین فکرات ایجاد میشه و تو حتی متوجه اون هم نشده ای. آگاهی و هوشیاری تو رو اشیا و شرایط تو هیپنوتیزم کردن. یعنی تو با شکل و فرم زندگی یکی شده ای. به همین دلیل حضور نداری تا متوجه فضای بین فکرها بشی. اگر نتونی شکاف و فضای بین فکرها تو ببینی، در واقع از شناخت خیشتن هم آجزی. در همین شکاف ها و فضاهای خالی میان فکرهاست که تو از فکرها رها میشی و میتونی فکرهای خود رو مشاهده کنی. در غیر این صورت تو مدام دل مشغول فکرهایی هستی که به هم وصلند و به تو مجالی نمیدن تا اونها رو مشاهده کنی. حتی زمانی که فکر می کنی از وجود خودت آگاه هستی باز خودت رو به یک فکر تبدیل کرده ای و به اون فکر می کنی. بنابراین چیزی که تو از اون آگاه هستی تو نیستی بلکه فکر توه. اکنون که درباره این فضای ساکن و ساکت شنیده ای درباره این فضای درون شنیده ای شاید شروع کنی به جستجوی اون و در این صورت چون جستجوی تو برای اون درست مثل وقتی که به دنبال یک شه یا یک تجربه میگردی موفق نمیشی اون رو پیدا کنی. مشکل همه کسانی که در جستجوی شناخت و درک معنوی یا روشنگری هستند همینه. به همین دلیل عیسی گفته قلم روی خدا نشانه ای نداره که بتونید اون رو مشاهده کنید. همینطور نمیتونی بگی همینجاست یا اونجاست. چون نگاه کن که قلم روی خدا درون خودته. اگه همه ساعات بیداریت رو در نارضایتی، نگرانی، استراب، افسردگی یا ناامیدی یا هر حالت منفی دیگه سپری نمی کنی، اگر میتونی از چیزهای ساده مثل شنیدن صدای باران یا باد لذت ببری، اگه میتونی زیبایی ابرهای آسمان رو ببینی، یا میتونی گاهی تنها باشی بدون اینکه احساس تنهایی کنی یا نیاز به محرک ذهنی و سرگرمی های مختلف داشته باشی؟ اگر با فردی کاملا غریبه با لطف و محبت قلبی برخورد میکنی بدون اینکه چیزی ازش بخوای به این معنیه که اون فضا هر چند کوتاه مدت در جایی به رود گشوده شده که اگر اینطور نبود جریان بیوقفه فکر که خاصیت ذهن انسانه در ذهنت جاری بود. وقتی چنین اتفاقی رخ میده، احساس خوشی و آرامش و سرزندگی رو هر چند کوتاه و نامحسوس در خودت حس میکنی. شدت این احساس متغیره. یعنی از حسی خفیف در پس زمینه وجود تا حس رضایتی که مرشدان باستانی هند اون رو آناندا می یا همون سعادت بودن متغیره. به این دلیل که توجه تو فقط نسبت به اشکال شرطی شده احتمالا غیر مستقیم از این احساس آگاه میشی. مثلا در توانایی دیدن زیبایی ها، لذت بردن از مسائل ساده، لذت بردن از تنهایی یا برقراری ارتباطی محبتآمیز با دیگران و چه مشترکی وجود داره. این بچه مشترک حس رضایت، آرامش و سرزندگی و نشاطیه که پس زمینه نامرئی وجود رو تشکیل میده که بدون اون این تجربه ها امکان پذیر نبود. هر وقت در زندگیت زیبایی، مهربانی و لذت بردن از مسائل ساده را حس می کنی به دنبال زمینه در خودت بگرد که این تجربه ها در اون رخ داده. ولی نه مثل وقتی که داری دنبال چیز مادی میگردی. تو نمیتونی اون رو مشخص کنی و بگی دیگه اونو پیدا کردم. یا اینکه با ذهنتون رو درک کنی و بهش معنا بدی. این فضا شبیه یک آسمان بی ابره. هیچ شکلی نداره. خود فضاه. سکونه. شیرینی بودن و بی نهایت بیشتر از کلماتیه که فقط علائم راه هستن. وقتی بتونی اون رو مستقیما در درون خود حس کنی عمقش بیشتر میشه پس هر وقت از چیز ساده ای مثل یک صدا یک منظره یا لمس چیزی لذت میبری وقتی زیبایی رو درک میکنی وقتی عشق و محبتی رو نسبت به کسی احساس میکنی گستره درونت رو که منشه و زمینه اون تجربه است تست کن بسیاری از چایران و خردمندان در طول تاریخ متوجه شده بودن که خوشی واقعی که من اون رو نشاط یا سرمستی بودن می نامم در مسائل ساده و به ظاهر بی اهمیت وجود داره. اکثر افراد در جستجوی بیامان رخ دادن اتفاقی با اهمیت در زندگیشون همیشه لذت مسائل ساده رو از دست میدن که میتونه اصلا بی اهمیت نباشه. نیچه ی فیلسوف در یکی از حالات سکون نادر خود نوشته شادی چقدر قانه دقیقا کوچکترین بی اهمیتترین و ناچیزترین مسائل مثل صدای خشخش خزیدن یک مارمولک یک نفس یک چشم به هم زدن کمترین ها بیشترین شادی ها رو می سازن. ساکن باشید چرا کمترین ها بیشترین شادی ها رو می سازن؟ چون شادی واقعی رو مسئله یا اتفاق ایجاد نمیکنه هرچند که ممکنه اینطور به نظر برسه اون اتفاق یا مسئله انقدر نامحسوس و آرومه که فقط بخش کوچکی از آگاهی و هوشیاری تو رو اشغال میکنه و باقی مانده اون فضای درون و اون آگاهی و هوشیاریه که شکل مانع جریان پیدا کردنش نشده فضای آگاهی و هوشیاری درون همون جوهره اصلی توه. به بیان دیگه با از میان برداشته شدن شکل فضای درون باقی میمونه و از همین فضاست که آگاهی و هوشیاری بیقید و شرد و شادی و نشاط واقعی بودن ساطع میشه. ولی برای آگاهی از چیزهای کوچک و آرام باید از درون آرام و خاموش باشی. برای این آگاهی درجه بالایی از هوشیاری لازمه. ساکن باشی. نگاه کنی. گوش کنی. حضور داشته باشی. راه دیگه برای دستیابی به فضای درون اینه که از آگاهی و هوشیاری درونت آگاهی پیدا کنی. به بودنت فکر کنی و اون رو به زبون بیاری و بگی من هستم. چیزی بهش اضافه نکنی. سکونی به دنبال من و هستم میاد. هوشیار باش تا اون رو تشخیص بدی. حضورت رو بودن اوریان و بیهجاب و محض خود رو حس کن. این بودن و این حضور از نسبتهای پیر و جوان غنی و فقیر و خوب و بد مسونه. رحم گسترده آفرینش و کل مخلوقاته. آیا صدای جویبار رو در کوه میشنوی؟ یکی از استادان زن به همراه یکی از مریدانش در سکوت در راهی کوهستانی قدم میزدند به درخت سدری رسیدن. زیر اون نشستن و غذای سادهی که داشتند و تشکیل شده بود از برنج و سبزیجات خوردن. بعد از خوردن غذا مرید که راهب جوانی بود و هنوز سر از معمای زن در نیاورده بود سکوت و شکست و از استاد سوال کرد. استاد، من چطور میتونم وارد حالت زن بشم؟ البته منظور اون از این پرسش این بود که چطور میتونه وارد حالت آگاهی و هوشیاری زن بشه؟ استاد همینطور ساکت مو. تقریبا پنج دقیقه گذشت و موری تنوز مستربانه منتظر جواب بود. نزدیک بود سال دیگه ای بپرسه که استاد ناگهان به حرف اومد. بهش گفت آیا صدای جویباری رو که در کوه جریان داره میشنوی؟ مورید از وجود اون جویبار خبر نداشت. فکرش مشغول معنای زن بود. ولی حالا که اون صدا رو میشنید ذهن شلوغش فروکش میکرد. البته ابتدا چیزی نشنید. ولی کمی بعد که هوشیاری جای افکارش رو گرفت ناگهان زمزمه نهر کوچیکی رو از دور دست شنید که به زحمت قابل شنیدن بود. گفت بله حالا میتونم بشنوم استاد انگشتش رو بالا برد نگاهی قدرتمند و خشن ولی در عین حال ملایم و آروم بهش انداخت و گفت از اونجا وارد زن شد مورید مبهوت باقی مونده بود این اولین ساتوری در اون بود ساتوری نور کوتاهی از روشنگریه بدون اینکه که بدون چی میدونه فهمید زن چیه. اونها در سکوت به راهشون ادامه دادند مورید از هر زندگی دنیای اطرافش در حیرت بود. مثل این بود که داره برای اولین بار همه چیز رو تجربه میکنه. ولی کمی بعد دوباره شروع کرد به فکر کردن. سکون هوشیارانه اون دوباره جای خود رو به قیل و قال ذهن داد. و کمی نگذشت که سوال دیگه ای رو مطرح کرد و پرسید استاد با خودم فکر می کردم اگه نمی صدای رود رو بشنوم شما چی می استاد ایستاد بهش نگاه کرد انگشتش رو بلند کرد و گفت از همون جا وارد زن شد اقدام صحیح ایگو سوال میکنه چطور میتونم از این موقعیت برای برآوردن نیازهام استفاده کنم یا چطور میتونم موقعیت دیگه ای رو فراهم کنم که بتونه نیازهای منو برآورده کنه حضور حالتیه که در فضای گسترده درون صورت میگیره وقتی حضور داری میپرسی چطور میتونم در این لحظه پاسخگوی مقتضیات این موقعیت باشم در واقع حتی لازم نیست سوال کنی. تو در این حالت ساکن و هوشیار هستی و هر اون چیزی رو که هست میپذیری. تو با حضور خیش بود جدیدی به نام فضا رو وارد اون موقعیت میکنی. اکنون میبینی و میشنوی. به این ترتیب با شرایط اطراف تیکی میشی. وقتی به جای واکنش نشون دادن در مقابل شرایط با اون ادغام میشی، راه حل خود به خود از اون موقعیت برمیخیزه. در واقع این تو نیستی که نگاه میکنی یا میشنوی بلکه خود سکون هوشیارانه این کار را انجام میده. بعد اگه امکان عمل داری یا اقدامی ضروری هست که باید انجام بدی اقدام صحیح رو انجام میدی یا در واقع وسیله ای میشی که اقدام صحیح از طریق اون انجام میشه. اقدام صحیح اقدامی متناسب با کل وقتی این اقدام انجام شد، سکون گسترده و هوشیارانه همچنان باقی میمونه. کسی دستشو بلند نمیکنه که فریاد بزنه موفق شدم یا کسی نمیگه ببین من چه کار کردم. همه ی خلاقیت از فضای درون سرچشمه میگیره. وقتی خلاقیت رخ داد و در قالب شکل در اومد، باید هوشیار باشی که فکر من یا مال من در ذهن ایجاد نشه. اگه به خاطر کاری که انجام داده خودت رو سزاوار قدردانی بدونی این یعنی ایگو برگشته و دوباره فضای درون رو اشغال کرده در کردن بدون حضور برچسب نام ها و ها. اکثر مردم فقط به طور حاشیه‌ای نسبت به دنیای اطرافشون آگاهی دارن به خصوص اگه این محیط محیط آشنا باشه حیاهوی درون سرشون بخش زیادی از توجه اونها رو به خود جلب میکنه. بعضی از مردم در هنگام سفر و دیدن مکانهای ناآشنا و کشورهای بیگانه احساس سرزندگی بیشتری میکنه، چون اونها بیشتر درک و تجربه و کمتر فکر میکنن. حضور بیشتری پیدا میکنن. ایده دیگه حتی در چنین زمانی هم در تسخیر ذهنشون باقی میمونه. قضاوت های لحظه ایشون درک و تجربه هاشون رو تحریف می کنن. اونا در واقع جایی نرفتن، فقط جسمشون در حال سفره و خودشون همون جایی که همیشه بودن یعنی در ذهنشون باقی می مونن. واقعیت زندگی اکثر مردم اینه که به محض دریافت چیزی روی اون نام و واجهی می زارن. اونو تفسیر می کنن. مقایسش میکنن اونو دوست دارن یا دوست ندارن و خود خیالی یا ایگوی اونها اون رو خوب یا بد می نامه. اونا اسیر اشکال فکری و آگاهی دنیاوی هن. تا وقتی که دست از نامگذاری ناآگاهانه بر نداری یا حداقل از اون آگاهی پیدا کنی یا شاهد اتفاقا باشی معنویت در تو بیدار نمیشه. ایگو از طریق همین نامگذاری مداومه که به شکل ذهن مشاهده نشده در جای خود باقی میمونه. با پایان دادن به این کار یا حداقل آگاه شدن از اون فضای درون ایجاد میشه و از اسارت ذهن رها میشی. شیعی مثل یک خودکار، صندلی، فنجون یا یک گیاه رو در نزدیکیت انتخاب کن و اون رو از طریق دیداری کشف کن. یعنی با دقت، علاقه و کنجکاوی به اون نگاه کن. اشیایی رو که با اونها پیوند احساسی دارید و تو رو مثلا به یاد گذشته یا به یاد کسی میندازه که اونو بهت داده انتخاب نکن. چیزایی هم که نوشته دارن مثل بوتی یا کتاب انتخاب نکن. این کار فکر رو تحریک میکنه. بدون اینکه فشاری به خودت وارد کنی، آرام و هوشیار تمام توجهت رو به اون شیء و جزئیاتش معطوف کن. اگه فکری در ذهنت برخواست، خودت رو درگیر اون فکر نکن. فکر رو رها کن. آیا میتونی فکر رو از ادراک یعنی آگاهی از راه حس کردن جدا کنی؟ آیا میتونی به اون چیز نگاه کنی بدون اینکه صداهای درون سرت خاطر تو رو از اون منصرف کنن؟ بدون اینکه اون رو با چیزهای دیگه مقایسه کنن، اون رو تفسیر کنن، سعی در فهم اون چیز داشته باشن و بدون اینکه بخوان از این دیدن نتیجه‌ای بگیرن؟ اون چیز رو هوشیارانه و با حضوری تمام ایار مشاهده کن و بعد نگاه خود رو رها کن تا بر روی همه چیزهای درون اتاقت بلغزه به هر چیزی که نگاهت به اون میفته هوشیارانه توجه کن بعد به هر صدایی که میشنوی گوش بده همونطور که به اشیا نگاه میکنی به اون صداها گوش بده بعضی از صداها مثل صدای آب، باد و پرندگان طبیعی هستند و بعضی رو انسان ایجاد میکنه. بعضی خوشایند و بعضی ناخوشایند هستند ولی تو تمایزی بینشون قائل نشو. بدون هیچ تفسیری اجازه بده هر صدا همونی که هست باشه. در اینجا هم توجه آرام ولی هوشیارانه کلید کاره. وقتی به این ترتیب میبینی و میشنوی، ابتدا آرامشی نامحسوس و شاید به سختی قابل فهم رو در خود حس می کنی. بعضی از افراد اون رو به شکل سکونی در پس زمینه وجودشون حس می کنن. دسته دیگه اون رو آرامش می وقتی فکر کاملا آگاهی و هوشیاری رو تسخیر نمی کنه، بخشی از این آگاهی و هوشیاری در حالت بیشکل و بی و شرط اولیه باقی میمونه. این همون فضای درونه. کیست که تجربه میکنه تو چیزهایی رو میبینی میشنوی تعمشون رو میچشی یا لمس میکنی و میتونی اونها رو حس کنی تو اونها رو تجربه میکنی ولی کیه که داره تجربه میکنه اگه در حال حاضر مثلا میگی خب البته من جین سمیت حسابدار ارشد 45 ساله مادر دو فرزند و آمریکایی این فائل و تجربه کننده هستم در اشتباهی جین سمیت یا هر چیز دیگه ای که جین سمیت رو تدایی میکنه تجربه های تو هستند. نه کسی که اونها رو تجربه میکنه جین سمیت حسابدار ارشد چهل و پنج ساله مادر دو فرزند و آمریکایی همه فکرن و در نتیجه بخشی از تجربه لحظه ای هستن که به اونها فکر می کنی. اونها و هر چیز دیگه ای که میگی یا دربارش فکر میکنی مفعولن، نه فائل اونا تجربه هستن نه تجربه کننده تو میتونی هزاران فکر دیگر رو درباره کیستی خودت به اونها اضافه کنی و با این کار بدون تردید به پیچیدگی تجربه ای که از خودت داری و همینطور درآمد روانشناس ها بیافزایی ولی از این طرف، به جای اینکه به فائل یا تجربه کننده که مقدم و برتر از همه تجربه هاست برسی از اون یعنی از موجودیتی که بدون اون تجربه ای وجود نداره دور میشی پس تجربه کننده کیه؟ و تو چه کسی هستی؟ آگاهی و هوشیاری و آگاهی و هوشیاری چیه؟ به این سوال نمیشه پاسخ داد. با پاسخ دادن به اون تحریفش میکنی و اون رو به مفعول دیگه ای تبدیل میکنی. آگاهی و هوشیاری که اگر بخوایم کلمه سنتی اون رو بگیم میشه واژه روح و جان اونو نمیشه در معنای عادی کلمه شناخت و جستجوی اون هم بیفایده است. هر شناختی مستلزم دوگانگیه، فائل و مفعول، داننده و دانایی. فائل یعنی من ای که بدون اون دانایی فکر یا احساس وجود نداره باید برای همیشه غیرقابل قابل شناخت باقی بمونه چون من شکل نداره فقط اشکال قابل شناسایی هستن و با این حال بدون بود بیشکلی دنیای اشکال نمیتونه وجود داشته باشه این بود فضای درخشانیه که جذر و مد دنیا در اون صورت میگیره. این فضا همون زندگیه که من از اون تشکیل شده. من ابدیه. اون چیزی که در این فضا رخ میده لذت و درد، سود و زیان، مرگ و تولد نسبی و موقتیه. بزرگترین مانع بر سر راه کشف فضای درون، بزرگترین مانع برای یافتن تجربه کننده اینه که انقدر مجذوب اون تجربه بشی که خودت رو در اون گم کنی. این یعنی گم شدن آگاهی و هوشیاری در رویای خودش. تو انقدر مجذوب افکار، احساسات و تجربهات میشی که در واقع در حالتی رویا مانند قرار میگیری. هزاران ساله که این حالت عادی بشره. تو نمیتونی آگاهی و هوشیاری رو بشناسی. ولی میتونی از خودت آگاه بشی. میتونی در هر جایی که هستی اون رو مستقیما و در هر شرایطی حس کنی. میتونی اون رو همین جا و همین حالا به شکل حضور خودت حس کنی. میتونی اون رو به شکل فضای درون که کلمات این صفحه درون دریافت و به فکر تبدیل میشن حس کنی. این همون من واقعیه که وجود داره. کلماتی که داری میشنوی و به اونها فکر میکنی پیش زمینه و من واقعی که وجود اون رو حس میکنی اساس و پس زمینه زیر افکار تجربه ها و احساسات تنفس تو میتونی با ایجاد وقفه هایی در جریان فکر به فضای درون دست پیدا کنی بدون اون وقفه ها تفکر تو تکراری آری از الهام و فاقد هر گونه خلاقیت میشه. زندگی برای اکثر مردم هنوز به همین صورته. نگران مدت این وقفه ها نباش. حتی چند ثانیه هم خوبه. به تدریج بدون هیچ تلاشی از سوی تو خودشون طولانی تر میشن. مهمتر از طولانی کردن مدت زمان اونها افزایش تعدادشونه. به طوری که این فضا در لابلای فعالیت روزمره و جریان افکارت قرار بگیره. اخیرا کسی بروشور سالانه یک انجمن بزرگ معنوی رو به من نشون داد. در ضمن مرور اون، انواع مختلف سمینارها و کارگاه های جالب توجه هم رو جلب کرد. و منو به یاد یکی از اون بوفه اسکاندیناویایی انداخت که میشد در اون انواع غذاهای اشتهاور رو پیدا کرد. اون از من پرسید که آیا میتونم چند دوره رو در این زمینه به اونها پیشنهاد کنم یا نه گفتم نمیدونم همه اینها جالب به نظر میرسن و بعد اضافه کردم ولی اینو میدونم تا جایی که میتونی و هر وقت به خاطر میاری آگاهانه تنفس کن این کار رو به مدت یک سال انجام بده قدرت ایجاد تحول این کار بسیار ساده تر از شرکت در همه این دوره هاست و در زم رایگان هم هست. آگاهی از تنفس توجه رو از فکر منحرف میکنه و با باعث ایجاد فضا میشه. یکی از راه های ایجاد آگاهی و هوشیاری همینه. آگاهی و هوشیاری همواره به شکل تجلی نیافته وجود داره. ولی علت وجود ما در دنیا هم اینه که این آگاهی و هوشیاری رو به سهم خود وارد بود بودن بکنیم. از تنفست آگاه باش. به احساسی توجه کن که نفس کشیدن در تو ایجاد میکنه. هوایی رو که وارد بدنت و از اون خارج میشه احساس کن. توجه کن که چطور سینه و شکمت به آرامی بادم و بازدم منبسط و منقبض میشن. یک تنفس آگاهانه برای ایجاد فضایی که قبلا افکار بیوقف در اون جریان داشت کافیه. یک یا چند تنفس آگاهانه که چند بار در روز تکرار بشه روش فوقلاده برای ورود بود فضا به زندگی. حتی اگه به مدت دو ساعت یا بیشتر روی تنفست مراقبه می که بعضی از افراد این کارو می یک نفس آگاهانه تنها چیزیه که برای آگاهی از همه چیزهایی که باید بدونی و در واقع همه چیزی که میتونی از اون آگاهی داشته باشی لازم داری. بقیه اون خاطره یا آینده نگری یا در واقع فکره. تنفس در واقع کاری نیست که تو انجام میدی بلکه کاریه که تو شاهد رخ دادن اون هستی. تنفس خود به خود صورت میگیره. هوش بدن این کار رو انجام میده. تنها کاری که تو باید انجام بدی اینه که ناظر اون باشی. هیچ فشار یا تلاشی لازم نیست. به وقفه کوتاه بین نفس ها هم توجه کن. به خصوص نقطه سکون پایان بازدم قبل از اینکه دوباره نفس بکشی. بسیاری از مردم به نحوی غیر طبیعی نفس میکشند. هرچقدر آگاهانه تر نفس بکشی، تنفست عمق طبیعی خود رو باز میابه. بیشکل بودن تنفس یکی از دلایل تاثیر فوقلاده اون در وارد کردن فضا به زندگی و ایجاد آگاهی و هوشیاریه. تنفس راه عالی برای مراقب است. دقیقا به این دلیل که شعی نیست و بیشکله. دلیل دیگه اینه که تنفس یکی از نامحسوس ترین و ظاهرا پیش پا افتاده ترین پدیده هاست. ها و در واقع به قول نیچه حد اقلیه که حد اکثر شادی رو به وجود میاره. اینکه تنفس آگاهانه رو به عنوان مراقبه واقعی و رسمی انجام بدی یا نه به تو بستگی داره. با این حال مراقبه رسمی و جدی نمیتونه جایگزین ورود آگاهی و هوشیاری فضا به زندگی روزمره تو باشه. آگاهی از تنفس تو رو وادار به بودن در زمان حال میکنه که کلید همه دگرگونی های درونیه. هر وقت از تنفست آگاهی داری به طور مطلق در زمان حال هستی. همچنین شاید متوجه این مسئله شده باشی که نمیتونی هم فکر کنی و هم همزمان آگاهانه نفس بکشی. تنفس آگاهانه ذهن رو متوقف میکنه. ولی این حالت به هیچ وجه شبیه حالت خلصه یا نیمه خواب نیست بلکه کاملا بیدار و هوشیار هستی. تو در این حالت به سطحی زیر سطح فکر تنظل نمی کنی بلکه از اون بالاتر میری. و اگه با دقت بیشتری نگاه کنی متوجه میشی که این دو مسئله یعنی بودن در زمان حال و توقف جریان فکر بدون از دست دادن آگاهی و هوشیاری در واقع یکی هستند یعنی ظهور آگاهی و هوشیاری فضا اعتیاد هر الگوی رفتاری بی اختیار و پایدار رو میشه اعتیاد نامید و اعتیاد به صورت یک شخصیت مستقل در درون تو زندگی میکنه. نوعی میدان انرژی که به تدریج به تو چیره میشه. این موجود توهمی حتی ذهن تو و صداهای درون سرت رو هم در اختیار خود میگیره. اون وقت صدای درون سر تو به صدای اعتیاد تو تبدیل میشه. این صدا شاید به تو بگه روز سختی رو پشت سر گذاشته ای. پس سزاوار اینی که به خودت برسی چرا تنها لذتی رو که در زندگی برات باقی مونده از خودت دریغ میکنی و به این ترتیب به دلیل ناآگاهی خودت رو با صدای درون تیکی میدونی و به سمت یخچال و اون کیک شکلاتی سنگین و چاخ کننده میری و یا به سراغ مشروب یا مواد مخدر میری گاهی اوقات احتیاط کاملا بر ذهن متفکر غالب میشه و ناگهان خودت رو در حال پک زدن به سیگار میبینی و به خودت میگی این چطوری تو دست من قرار گرفت؟ بیرون آوردن یک سیگار از بسته و روشن کردن اون کارهایی بودن که در ناآگاهی و ناهوشیاری کامل انجام دادی. در حقیقت این پرخوری ها، مشروب ها و استفاده از مواد مخدر همه ریشه در ناهوشیاری تو دارن. اگر الگوی رفتاری بی اختیاری مثل سیگار کشیدن، پرخوری، تماشای تلویزیون، اعتیاد به اینترنت یا هر چیز دیگه مانند اینها رو در خودت سراغ داری، میتونی این کار رو انجام بدی. هر وقت متوجه میشی اون رفتار بی اختیار در تو شروع به فعالیت کرده و این نیاز اجباری در تو پیدا شده، صبر کن و آگاهانه سه مرتبه نفس عمیق بکش. تنفس آگاهانه آگاهی تو رو بیدار میکنه. بعد برای چند دقیقه نسبت به اون میل بی اختیار به شکل یک میدان انرژی درونی هوشیار شو. آگاهانه اون نیاز جسمی یا روانی به خوردن یا مصرف ماده خاص یا تمایل به انجام رفتاری بی اختیار رو در خودت احساس کن. بعد چند نفس آگاهانه دیگه بکش. بعد از اون شاید متوجه بشی که اون میل بی اختیار ناپدید شده. البته برای مدتی موقت. یا شاید حس کنی اون میل هنوز در تو هست و تو نتونستی بر اون چیره بشی و کاری نمیتونی انجام بدی غیر از اینکه تسلیم اون بشی. در این صورت اونو به مشکلی برای خودت تبدیل نکن و از ناتوانی خود قولی نساز. اعتیاد خود رو به تمرینی برای بیداری تبدیل کن و به تمرین بالا ادامه بده. به تدریج به دامنه آگاهی تو افسوده میشه و از ناهشیاری تو کاسته میشه. با افزایش آگاهی و رشد بیداری تو الگوهای اعتیادآمیز تضعیف میشن و سرانجام از بین میرن. در ضمن متوجه فکرهای درون سرت هم باش. به یاد داشته باش باید مراقب افکاری که اون رفتار اعتیادآمیز رو توجیه میکنن. و استدلال های زیرکانه ای که گاهی به ذهنت خطور میکنه باشی. از خودت بپرس اینجا چه کسیه که داره حرف میزنه؟ و متوجه خواهی شد که این اعتیاده که داره حرف میزنه. تا زمانی که از این موضوع آگاهی داری، تا وقتی که به عنوان ناظر ذهن حضور داری، احتمال اینکه ذهن بتونه تو رو فریب بده تا خواستش رو انجام بدی کمتر خواهد بود. آگاهی از کالبد درون راه ساده ولی بسیار موثری برای یافتن فضا در زندگی توجه به تنفسه تو در حین احساس کردن جریان نامحسوس هوا به داخل و خارج جسمت و همچنین بالا و پایین رفتن سینه و شکم از کالبد درونت هم آگاه میشی در این حالت توجهت از تنفس به سمت احساس سرزندگی که در سراسر جسم منتشر شده معطوف میشه. اکثر مردم چنان حواسشون مشغول افکارشونه و انقدر با صداهای درون سر خیش یکی شدن که متوجه زندگی نمیشن که کالبد اونها رو سرشار کرده. زندگی که به جسم تو تحرک میبخشه. این زندگی تو هستی. قفلت از این زندگی زندگی رو به مایه احساس یس و هرمان تبدیل میکنه. اون وقت به دنبال چیزی می گردی تا این احساس هرمان تو رو برطرف کنه. در حالی که این احساس یس معلول قطع رابطه تو با زندگی که تو هستی. همون حیات با شعوری که کالبد تو رو از خود لبریز کرده. تو با خود قطع ارتباط کرده ای و به همین دلیله که احساس هرمان می کنی. با همین احساس هرمونه که به دنبال جایگزین میگردی جایگزین همچون هم مواد مخدر صدای بلند موسیقی که حواس رو بیش از حد تحریک میکنه فعالیت های خطرناک یا دلهور آور یا افراد در روابط جنسی تو میخوای خود رو در چیزی غرق کنی تا متوجه شوربختی خود نشی احساس باشکوه بودن و زنده بودن در هوشیاریه که رخ میده وقتی که از این احساس محروم هستی به دنبال کسی میگردی مردی یا زنی که منو خوشحال میکنه و خوشبخت میکنه بیتردید هیچ کس نمیتونه تو رو خوشبخت کنه به همین دلیل که اکثر روابط زناشویی با شکست مواجه میشه چون مرد یا زن به دنبال کسی بوده که اونو خوشبخت کنه اما اکنون چنین نشده حالا که من احساس خوشبختی نمی کنم پس تقصیر توه که من احساس خوشبختی نمی کنم. بنابراین از تو بیزارم که نتونستی منو خوشبخت کنی. دو یا سه نفس آگاهانه بکش. اکنون ببین میتونی جریان نامحسوس سرزندگی رو که بر کل کالبد درونت حاکم میشه در خودت شناسایی کنی. چند ثانیه قسمت های خاصی از جسمت رو احساس کن. دستها، بازوها، کف پاها و پاها رو احساس کن. میتونی شکم، سینه، گردن و سرت رو حس کنی؟ لبخات رو چطور؟ آیا جریان زندگی رو در اونها حس می کنی؟ بعد دوباره از کالبد درونت به عنوان یک کل آگاه شو. میتونی در ابتدا برای این تمرین چشمانت رو ببندی و وقتی جسمت رو حس کردی چشمانت رو باز کنی و همزمان با نگاه کردن به اطرافت جسمت رو هم حس کن. بعضی از کسانی که دارن به این کتاب گوش میدن نیازی به بستن چشمانشون ندارن و میتونن در حین گوش دادن به این مطالب کالبد درونشون رو هم احساس کنن. فضای بیرون و فضای درون کالبد درونی تو جامد نیست بلکه فضای گسترده. این کالبد فرم فیزیکی تو نیست بلکه اون زندگیه که به فرم فیزیکی تو جان می بخشه. اون هوشیه که بدن رو خلق کرده و اون رو حفظ میکنه. و همزمان صدها کارکرد مختلف رو که ذهن فقط قادر به درک بخش بسیار کوچیکی از اونه هماهنگ میکنه وقتی تو به اون آگاه میشی چیزی که در واقع داره اتفاق میافته اینه که این هوش داره به خودش آگاه میشه همون زندگی زیرک و گریزپایی که هیچ دانشمندی نتونسته پیداش کنه چون خودش همون هوش و هوشیاریه که داره به دنبالش میگرده فیزیکدان ها کشف کردند که شکل جامد یک ماده در واقع توهمیه که توسط حس های ما خلق میشه. این مسئله شامل بدن ما هم میشه که ما بدنمون رو به عنوان یک فرم و شکل دریافت کرده و به همین عنوان بهش فکر میکنیم. در حالی که در واقع 99 ممیز 99 درصد اون رو فضای خالی تشکیل داده. گستردگی فضای بین اتم ها در مقایسه با اندازه اونها به همین وسعته و در خود هر اتم فضای بیشتری هم وجود داره. بدن فیزیکی تنها درک اشتباه و سوء دریافتی از ماهیت واقعیت و از بسیاری جهات مقیاس ریز کائنات در فضای بیرونه. برای اینکه بتونی تا حدودی به میزان وسعت فضای بین اجرام آسمانی پی ببری، اینو در نظر بگیر که نور که با سرعت ثابت 86,000 هزار مایل یا 300 هزار کیلومتر در ثانیه حرکت میکنه فقط یک ثانیه طول میکشه تا مسافت بین زمین و ماه رو طی کنه. نور خورشید 8 دقیقه طول میکشه تا به زمین برسه. نور نزدیکترین همسایه ما در فضا یعنی ستاره‌ای به نام پروکسیما سنتوری که نزدیکترین خورشید به خورشید ماه چهار سال و نیم طول میکشه تا به زمین برسه و بعد نوبت فضای بین کهکشان هاست که وسعت اون ورای فهم و ادراکه نور نزدیکترین کهکشان به کهکشان ما که آندرومدا نام داره دو ممیز چهار میلیون سال طول میکشه تا به ما برسه. اجاب برانگیز نیست که جسم تو هم فضایی به گستردگی کائنات. پس وقتی در جسم تو که فرم و شکل عمیق میشی پی میبری که ذاتا بیشکله در این حالت جسم به دروازه تبدیل میشه به سمت فضای درون فضای درون شکل نداره ولی به شدت زنده است اون فضای خالی کمال زندگیه منشأ تجلی نیافته که همه تجلیهای زندگی از اون سرچشمه می‌گیرن. کلمه سنتی برای این منشه خداست. افکار و واجه ها به دنیای شکل تعلق دارند. اونها نمیتونن بیشکلی رو توصیف کنن. پس وقتی میگی من میتونم جسم درونم رو حس کنم، این سوء تعبیریه که فکر رو به وجود آورده. واقعیت اینه که آگاهی و هوشیاری حلول یافته در جسم یعنی همون آگاهی و هوشیاری تشکیل دهنده ما در حال آگاه شدن از خودشه. وقتی من دیگه ماهیت واقعیم رو با شکل موقتیم یکی ندونم، بود نامحدود و ابدی خدا میتونه خودش رو از طریق من نشون بده و منو راهنمایی کنه. این بود منو از وابستگی به شکل هم رها میکنه. با این وجود این باور اقلانی صرف که من این شکل نیستم موثر واقع نمیشه. مهمترین سوال اینه که آیا میتونم در این لحظه حضور فضای درونم رو احساس کنم؟ که این در واقع یعنی آیا میتونم حضورم رو یا همون حضوری که وجودم رو تشکیل داده احساس کنم؟ یا میتونیم با شاخصی متفاوت به این حقیقت نگاه کنیم؟ یعنی از خودت بپرس آیا من نه تنها از چیزی که در این لحظه در حال رخ دادن آگاه هستم بلکه از خود این لحظه از خود لحظه حال هم به عنوان فضای درونی زنده و فرای زمانی که همه چیز در اون در حال رخ دادن آگاه هستم؟ این سوال ارتباطی با جسم درون نداره ولی از اینکه با آگاه شدن از فضای زمان حال ناگه سرزندگی بیشتری رو درون تسخاهی کرد متعجب میشی تو زنده بودن جسم درون رو حس میکنی زنده بودنی که بخشی جدایی ناپذیر از نشاط و سرمستی بودنه. ما باید برای اینکه متوجه بشیم فقط جسم نیستیم وارد اون بشیم و ازش فراتر بریم. در زندگی روزمره تا جایی که امکان داره از آگاهی و هوشیاری درونمون برای ایجاد فضا استفاده کنیم. وقتی در حال انتظار هستی، وقتی به حرفهای کسی گوش میدی، وقتی میستی تا به آسمان، به یک درخت، به یک گل، به همسرت یا یک کودک نگاه کنی، همزمان زنده بودن درونت رو حس کن. به این ترتیب بخشی از توجه یا آگاهی هوشیاری در حالت بیشکلی باقی میمونه و باقی مونده اون در دسترس دنیای بیرونی اشکال قرار میگیره. هر وقت به این صورت در جسمت ساکن میشی، جسمت در حکم لنگری برای باقی موندن تو در زمان حال عمل میکنه و مانع از این میشه که خودت رو در افکار، احساسات یا شرایط خارجی زندگیت گم کنی. وقتی تو فکر میکنی، احساس میکنی، دریافت و تجربه میکنی، آگاهی و هوشیاری در قالب شکل متولد میشه و در اون فکر، احساس، دریافت یا تجربه حلول میکنه. چرخه تولد مجدد که بودایی ها امیدوارن سرانجام از اون خارج بشن، دائما در حال رخ دادنه و تنها در این لحظه و از طریق نیروی حال که میتوان از اون خارج شد. تو با پذیرش کامل شکل حال، درونن با فضا که جوهره حاله متحد میشید. از طریق این پذیرش درونت گسترده میشه. دیدگاه واقعی و تعادل در صورتی در زندگی ایجاد میشه که به جای شکل با فضا متحد بشی. توجه به شکاف بین فکرها همه یه چیزها دستخوش دگرگونی پیوستن. وقتی که چیزی رو برای نخستین بار میبینی، قبل از اینکه ذهن تو اون چیز رو تفسیر یا تعبیر کنه و یا نامی بر اون بگذاره بین فکر قبلی تو و فکری که خواهد اومد وقفه ای می میافته در این لحظه در این وقفه توجه هوشیارانه پدیدار میشه وقفه ای که در اون توجه هوشیارانه پدیدار میشه فضای درون توه مدت زمان این وقفه هم از فردی به فرد دیگه متفاوته به راحتی میشه متوجه اون نشد چون این زمان در بسیاری از افراد بسیار کوتاهه شاید فقط یک ثانیه یا حتی کمتر اون چیزی که روی میده اینه منظره جدیدی مشاهده میشه و یا صدای تازه‌ای به گوش میرسه و در نخستین لحظه وقوع این ادراک وقفه یا مکسی در جریان عادی فکر ایجاد میشه گاهی ای و یا صدایی باعث میشه که خشکت بزنه در این حالت وقفه ای که ایجاد میشه طولانی تره. وقتی که وقفه ای بین فکرها ایجاد میشه در واقع آگاهی خود رو از فکرها جدا میکنه. بهرهمندی تو از زندگی و کیفیت رابطه تو با آدمهای دیگه و طبیعت به تعداد و طول وقفه های بستگی داره که در جریان عادی فکرهای تو ایجاد میشه. تعداد و طول وقفه ها و شکاف های میان فکرهای تو تعیین کننده میزان رهایی تو از اسارت ایگو هم هست. ایگو چیزی نیست مگر ناآگاهی از فضای میان فکرها یا همون گستره درون. وقتی که از این شکاف ها و وقفه میان فکرهای خود با خبر میشی، این شکاف ها و وقفه ها و طولانیتر میشن. وقتی که این شکافها و وقفه میان فکرها عریزتر و طولانیتر میشن تو لذت و شور و سرمستی درک بیواسطه واقعیت رو تجربه میکنی در این ادراک ذهن دیگه واسطه نمیشه اون وقته که جهان تازه و با تراوت و زنده به نظر خواهد رسید جهان و زندگی از پس پرده ی کدر ذهن کهنه و بیروح و ملالاور به نظر میرسه. خود را گم کن تا خود را بیابی. فضای درون همچنین زمانی پدیدار میشه که تو دیگه احساس نکنی که باید هویت وابسته به شکل رو در خودت تایید و تاکید کنی. این کار از نظر ایگو لازمه. این یک نیاز واقعی نیست. قبلا به طور مختصر به این موضوع اشاره کردیم. هر وقت یکی از الگوهای رفتاری رو ترک میکنی، فضای درونت پدیدار میشه. بیشتر خودت میشی. ایگو فکر میکنه داری خودت رو گم میکنی. ولی درست عکس اونه. ایسا پیش از این به ما گفته بود که برای پیدا کردن خود باید خود رو گم کنید. هر بار که یکی از این الگوها رو کنار میذاری در واقع تاکید بر هویت وابسته به شکل رو کنار میذاری و به این ترتیب ماهیت واقعیت که فراتر از شکله هر چقدر کاملتر پدیدار میشه کمتر میشی پس میتونی بیشتر بشی مردم از راه های دیگه هم ناآگاهانه سعی در تاکید بر هویت وابسته به شکل خود دارن که در اینجا به بعضی از اونها اشاره میکنیم اگر به اندازه کافی هوشیار باشی شاید بتونی به بعضی از این الگوهای ناخودآگاه در خودت پی ببری. مثلا توقع قدردانی به خاطر کاری که انجام داده ای و عصبانی شدن در صورت عدم دریافت اون. سعی در جلب توجه از طریق صحبت درباره مشکلات زندگی. شرح تاریخچه بیماری. مرکه گرفتن در جمع. اظهار عقیده در زمانی که کسی ازت نخواسته و فرقی هم در وضعیت موجود ایجاد نمیکنه. اهمیت دادن به اینکه در نظر فرد مقابل چطور جلوه می به جای اهمیت دادن به خود فرد یا در واقع استفاده از دیگران به عنوان آینه ی ایگو یا تحکیم کننده ی اون. تلاش در تحت تاثیر قرار دادن دیگران از طریق دارایی، معلومات، زیبایی ظاهری، مقام نیروی جسمانی و از این قبیل تقویت موقت ایگو از طریق نشون دادن خشم و عصبانیت درباره کسی یا چیزی به خود گرفتن مسائل آزرده شدن محق نشون دادن خود و مقصر دونستن دیگران از طریق شکایت های بیهوده ی کلامی یا ذهنی تمایل به به چشم اومدن یا مهم جلوه کردن هر وقت متوجه چنین الگوهایی در خودت شدی بهت توصیه میکنم تجربه ای را امتحان کن ببین کنار گذاشتن اون چه احساسی در تو ایجاد میکنه دیگه اون کار رو انجام نده و ببین چه اتفاقی میافته پا فشاری نکردن بر هویت شکلی راه دیگه ای برای ایجاد آگاهی و هوشیاریه از تاکید بر هویت شکلیت دست بکش و ببین چه نیروی عظیمی از طریق تو در دنیا جریان پیدا میکنه. سکون گفتند که سکون زبان خداست و هر چیز دیگری ترجمه نادرستی از آن است. سکون در واقع کلمه دیگه برای فضا. با آگاه شدن از سکون هر بار که در زندگیمون باهاش مواجه میشیم به بود بیشکل و بیزمان درونمون متصل میشیم که فراتر از فکر و فراتر از ایگوه این سکون شاید سکونی باشه که بر دنیای طبیعت حکم فرماست یا سکون اتاق در ساعات اول صبح یا فواصل خاموش میان صداها باشه سکون بیشکله به همین دلیله که با فکر کردن نمیتونیم ازش آگاه بشیم فکر یعنی شکل آگاهی از سکون یعنی ساکن شدن. ساکن شدن یعنی آگاهی بدون فکر. هیچ زمانی بیشتر از وقتی که ساکن هستی ذاتن و عمیقا خودت نیستی. وقتی ساکن هستی به همون ماهیتی تبدیل میشی که قبل از حلول در این فرم و شکل موقت جسمی و ذهنی که فرد نام داره بودی و همون که بعد از فروپاشی شکل خواهی بود. در حالت سکون کسی هستی که ماهیت واقعیت فراتر از وجود موقتته یعنی آگاهی و هوشیاری بی قید و شرط بی و ابدی